میتوان با هیچ ساخت، میتوان مهربانی را، خدا را، عشق را با لب خندانتر از یک شاخه گل تفسیر کرد. میتوان در دفتر فردا نوشت خوبی از هر چیز دیگر بهتر است. سلام دوستای عزیز، همکنون بیننده برنامه گفتگو از تلویزیون جهانی دریملند هستید. مهمان گرانقدر که امروز همراه خود داریم یکی از فیلمسازان، کارگردان و هنرپیشه موفق افغانستان می باشند. سلام فهیم جان خان، به برنامه امروز گفتگو خوش آمدین. تشکر. سلام ملال جان، تشکر از شما، از تلویزیون دریملند و همچنان پروگرام گفتگو که به من موقع دادن که اینجا بیام. تشکر. خواهش میکنم. تشکر از حضورتان. اگر میشه یک سلام علیک با بیننده های ما بکنین و یک کم معلومات در مورد خودتان برشان بتین. تشکر. دوستان عزیز سلام، فهیم فایز هستم، در ملبورن زندگی میکنم، از شهر کابل، در افغانستان در شهر کابل تولد شدیم و بعد از تحصیلات ابتدایی من در رشته اکتینگ و دایرکتینگ از پانزده هنرهای افغانستان فارغ شدیم و بعدا آیسا آیسا به طرف سینما آمدیم و البته در افغانستان در نقشای خورد ریزی داشتیم، حتی صنف سه مکتب بودم که من در یک نقش خورد بازی کرده بودم. میبخشین که کلامتون خط میکنم، یعنی که تئاتر بازی میکردین در پروگرام های مکتب؟ هم تئاتر و هم فیلم های کوتاه داشتن. فیلم های کوتاه در تلویزیون پخش میشدن؟ در تلویزیون پخش میشد. خب خیره. بله. و بعدا از وقتی که اینجا آمدیم استرالیا، متاسفانه نظر به شرایطی که در افغانستان بود، در افغانستان رو ترک کردیم، آمدیم با استرالیا در ملبورن. تا به حال دو فیلم جور کردیم که فیلم اولم به نام گمراس در سال 2003 و سناریوی فیلم از خودم بود، پرودیوس هم خودم کرده بودم، و فیلم دوم ما به نام احساس است که در سال 2008 سناریو و دایرکتر فیلم و پرودیوسر فیلم برادرم فریدجان فیض بودن. و فیلم سوم ما به نام وانتد، وانس اپون ا تایم ان ملبورن می باشه که شوتینگاش شروع کردیم و تقریبا 50-60% تکمیل شده و یک دو سه صحنه کورت داریم که کورت روم است محکمه که متاسفانه اول به ما وعده کرده بودن که اجازه میدن، اما حالا یک کمک برای مشکلات واقع شده، به خاطر فیلم تال خورده، نظر به وعده که من به دوستا کرده بودم باید فیلم سال گذشته من ریلیز میکردم. ببخشید، باید به بیننده بگویم که بر دستر فهیم جان خورده نگیرین، به خاطر که هیچ گناهی خودشان نیست. در استرالیا برای هر چیز که میخواین اقدام کنین یا انجام بدین باید برش جواز بگیرین، بعضی وقتا قبول میکنن، بعضی وقتا نمیکنن. از اون خاطر فهیم جان پشت کارایش هستن که انشالله چند ثانیه کورت بگیرن و فیلم بخیر اکران شود انشالله. بله تشکر. بیننده های ما فکر نکنن که شما شیشتین. بله. نه با ما وقتی که شروع کرده بودیم در فیلم، وقتی که در پست پرودکشن بود، ما اول رفته بودیم اجازه برای ما داده بود. بله. اما بعض واقعات اینجا رخ داد که ما لازم نمیدونه بوده تلویزیون. بله. بله. نظر به او واقعات اونا پس اونا گفتن که نیما دیگه اجازه نمیدونه. جواز شد. بله. بله. کنسل کردن. بله. بله. سوال می است که از چند سال است که به فیلم سازی شروع کردین و چی وقت متوجه شدین که شما این استعداد در خودتان دارین؟ گفتن نمیتونم که استعداد دارم یا ندارم که من فیلم جور کنم میره دیگه. حتما این استعداد دارین، به خاطر که سه تا فیلمی که جور کردین بسیار فیلمای رایج و دوست داشتنی میباشه. من دو فیلم اولتان را دیدم، فیلم سومم بخیر که اکران شود من میبینم. تشکر. فیلم به حساب نقش مرکزی و که خودم کار کردم اولین بار در فیلم گمراه بود. اولین بار قبلا در یک چون
نقش خود بود، سه مکتب بودم مثل که پیشتر گفتم، تقریبا یک ده پانزده دقیقه نقش کمتر داشتم او وقت کار کردم. بعد دو فیلم کوتاهی بود، یک فیلم تلویزیونی به نام نقطه نیرنگی که فیلم در پانزده اونارا شوت میشد و ما چون که مسلین بودیم وقت بعد ما گفتن که بیاین به حساب لشکر سیایی. لشکر سیایی یعنی یک ثانیه در فیلم هست، تقریبا پنج شش ثانیه هست در او بودیم. و بعد یک فیلم دیگه برادرم فریجان، اونا هم در افغانستان در فیلم ها کار میکردن، یک فیلم امراه از اونا ما بودیم که متاسفانه بعد از اینکه تحولات در افغانستان آمد فیلمشان ریلیز نشد. و بعد به حساب نقش عمده دیگه در فیلم گمراه، احساس و این سیوم فیلم وانتد که هستن. شما به فریجان اشاره کردین، سوال من از شما این است که آیا فریجان برادرتان هم از فیلمسازی سررشته دارن یا کدام تحصیلات کردن یا؟ بله برادرم فریجان هم از پانزده هنرها فارغ شدن. و اونا فیلم های سینمایی کلان داشتن در افغانستان که اولین فیلمشان خانه 555 بود، بعد گناه بود، سقوط بود، کجرا بود، حادثه، زهر و رد پا. امیاش به یاد من هست، زیاد فیلم موجود دارن. بله اونا فیلم های سینمایی زیاد داشتن. بله میشه که سوال کنم که آیا رول مدلتان امی برادرتان بوده یا خیر؟ واقعا رول مدلم برادرم است که من خدا بخش وزی که وقتی پدرم فوت کردن بعد از اونا به اینا رو پدر میگم و اینا در هر عرصه زندگی من هم کاری کردن. و وقتی بود که من مکتب خلاص کردم من نمیخواستم برم فاکولته. بله و میخواستم که زودتر اوجا باید مکتب خلاص میگی یا عسکری میرفتی یا فاکولته میرفتی. من گفتم میرم زودتر عسکری خلاص میکنم که خلاص شد گفت که نه تو باید بری فاکولته. من گفتم نه نمیشه. گفت نه یک بار برو خیلی یک چند روز برو مزه شما پسان میفهمی که اگر اگر دلت نشد پس الا کو دیگه. بعد از اون بود که واقعا رفتم پانزه اونرا و همیشه در هر عرصه زندگی فریجان مرا کمک های زیاد کردن. برادرم که من واقعا مدیون احسانشان هستم و به گفته شما رول مدل هستم. رول مدل تان هستم. تشکر بسیار زیاد. سوال دیگه میاد که فیلم هایی که جور میکنین آیا از طرف جای یا کس اسپانسر میشن یا ای که خرجشان تنها در سر خودتان است؟ کاش که میشد. نه تمام خرج فیلم سر خود ماست، اصلا کس اسپانسر نمیکنه و متاسفانه در جامعه افغانی ما اصلا تشویق نیست، کسی سپورت نمیکنه و ما که میسازیم فیلم و ما به حساب فیلم نمیسازیم که ما باید به حساب بچه فیلم شناخته شوم یا ما باید و فیلمی که ساخته میشه هر آن چیزی که مصرف میشه اصلا ما شاید 1% پیسهشون پس نبریم. اما یگانه آرزوی من این است و یگانه مدام و مقصد من این است که وقتی که من فیلم میسازم میخوام که من سینمای افغانستان زنده داشته باشم. و سینمای افغانستان باید در تمام دنیا نشان بدیم که ما هم یک سینما داریم. ما هم یک سینما داشتیم، سینمایی که گم شده. امروز سینمای گم شده. بله یگانه مقصد من این است که باید سینمای افغانستان باید زنده داشته باشه، نگاه داشته باشه. بله خیلی خرج این فیلم هایی که جور میکنین البته جسارت نباشه. بله. چرقمی خرجش از تمامش از خود ماست، از مصرف شخصی خود ماست. کدام سود یا چیز میایه براتون پس یا بیخی دیگه رفت دیگه؟ نه این اصلا نیچه، اصلا ما سرش فکر نمیکنیم که ما این فیلم می سازیم باید اینا قپیسه در مقابلش پس بیایی گفا اصلا نیست. به خاطر که یک چیز دیگه هم هست که دوستا فیلم ها که در بازار می آید کپی می کنن به یکی دیگه می تن. بله. باز دیگه بازارش بیخی راکت میشه، یعنی هیچ فروخته نمیشه. همه ترست و متاسفانه افغان های منام خدا در این کار بسیار خوب هستن. همین همکاری را میکنن که فیلم نمیخرن اما وقتی که از یک دوست میگیرن کپی میکنن بازم فیلم تبلیغ میکنن بر دیگران. یک قدر همکاری میکنن اما از نگاه ازی که بخرن و با ما همکاری شد کمک همراه سینما افغانستان شد او را نمیکنن. فیلم های جدید تر بسازن باید این کار حتما انجام بدن. دوستای عزیز بیننده این یک پیام از طرف فنجان است که فیلم ها رو کپی نکنین، حتما بخرین تا بتانین فیلم های جدید در آینده از ایشان ببینین. بله ما تشویق میشیم وقتی که ما بفهمیم که فیلم ما هم مصرف را که میکنیم اصلا فایده خ نیست. بله. فیلم افغانی مصرف را که ما میکنیم که یک فیلم میسازیم از خلا مصرف ما که پس بیاید بازم میتونیم که تشویق میشیم که فیلم دیگه جور کنیم. بله. فیلم دیگه حالا ما فیلم های مرسای کنیم فیلم 2003 یک فیلم جور کردیم، فیلم میبخشین سال 2003، سال 2007 و حالا سال 2015 هست. چقدر یعنی شانسته. فاصله زمانی بله. بین فیلم هایتون بله. زیاد است و هم بخاطر مشکلات مالی میباشه. مشکلات مالی است. بله. بله.
تشکر فهیم جان. سوال بعدیم ای است که اولین کارتان فیلم گمراه بوده به صورت حرفه‌ای. میخواستم که اگه میشه یکان معلومات در مورد فیلم بتین، به خاطر که این فیلم را در آخر برنامه برای دوستای عزیز بیننده میخواییم پخش کنیم و یکان صحنه از فیلم های دیگه تان را هم برشان نشان بدیم. فیلم گمراه را البته برای فیلم بگویم کل داستانه که نگوییم برای بیننده که یه با نهی بینند بله، فیلم گمراه یک فیلم اجتماعی است که زندگی یک فامیل افغان در استرالیا نشان میده که یک برادر که من نقش برادر کلانم بازی میکنم تاکسیران میباشه اینجا میه و بعدا اسپانسر آن میکنه برای مادرش و برادرش و آرزویش همی است که برادرش اینجا بیاره مثل از اون تاکسیران و یا ایست که در یکان بار پارت تایم در رستوران ظرفشویی میکنه و نمیخواد که به مثل دیگرها یا خودش وارد ظرفشویی باشه یا تاکسیران باشه، میخواد برادرش اینجا بیاره و مثل کارزوی تمام افغاناست که فقط اولاداشان دکتر یا انجینیر باشن و میخواد که اولاد برادر از نام هم تو باشه، اما متاسفانه وقتی که برادرش اینجا میاد و از وقتی که امرو با دیگه جوان آشنا میشه و اصلا درس و تعلیم و تحصیل یادش میره و به طرف دیگر آمد و با کشه دیگر در خیلی دیگر خالتان بعد از برنامه ببینین. سوال بعدی می است که کدام کارتان را زیادتر دوست دارین؟ یعنی بین این سه تا کار که انجام دادین کدامش زیادتر به قلبتان نزدیک است؟ والا بر من هر سهش مهم است، اما کار اول می باشه چون که بسیار پروژکت کلان بود برای من، بار اول بود که من در زندگیم یک قدم کلان برداشتم که من باید سکریپت نشته کنم، بعد از او فیلم پرودیوس کنم و خودم هم نقش بازی میکردم و بسیار کلان بود. بله فیلم گمراه و واقعا یک برای من بسیار مهم بود از هر دو فیلم کردم. ما هم زیاد منتظر هستیم که حتما این فیلم امرای دوستای عزیزم رو ببینیم. یک سوال بر من همیشه خلق شده بود که چرا فیلم‌های افغانی و فیلم‌های هندی زیاد شباهت داره، یعنی خواندن دارن، بله، جنگ دارن، بله. یعنی ای کدام شباهت یعنی قصدی است یا نه یک چیز اکادمیک است که من ازش خبر ندارم؟ بله. این واقعا درست است که فیلم‌های افغانی بسیار شباهت داره به فیلم‌های هندی، اما از نظر خود من ما مجبور هستیم که فیلم هایی که می سازیم تقریبا نمیتونیم که اصلا ما 100% برابر یک فیلم هندی یک فیلم ساخته نمیتونیم، چی هندوستان باشه چی بالیوود، اصلا امکاناتی که اونا دارن و پول که اونا مصرف میکنن اصلا ما امروشان قابل مقایسه نیستیم. اما اصل موضوع اینجاست که از زمانهای سابق در افغانستان فیلم های هندی رایج بوده، سینما های ما پدر من خدا بخشان خودشان سینما، ما از خود سینما داشتیم، سینمای فرخی و تمام بزنس سینمای افغانستان سر فیلم‌های هندی بود. بله. کسی اصلا فیلم خارجی حتی فیلم آمریکایی کسی نمیکرد که فیلم‌های هندی را سعی میکردن و به اون حساب فیلم‌های هندی را مردم ما افغانای ما بسیار زیاد دیدن و وقتی که ما فیلم سازیم فیلم افغانی این اصلا از نگاه یک فیلم افغانی نمیبینن، از این نگاه نمیبینن که مثلا این فیلم فهیم فیض جور کرده، فهیم فیض چه امکانات داشت، چه قدر پول داشت که امی فیلم مصرف کرد، فیلم جور کرد. وقتی که فیلم میبینن اونا فیلم با یک فیلم هندی مقایسه میکنن، وقتی میبینن اوه میگه علی کی گفت فیلم جور کرد، چرا فیلم جور کرد، اینکه نمیتونی، چرا اتر نیست، بله خوشحال باشن، میگن چرا اتر نیست، چرا رقم این فیلم هندی اوره مثلا اکشنش اتر نیست یا اتر، به اون خاطر ما مجبور هستیم که حداقل اکشن اگر نمیتونیم شاید بتونم داراینده بخیر حداقل یکان آهنگ اضافه کنیم در فیلم که بتانیم کمو یکم سطح سینمای ما نزدیک به سینمای هند باشه، با او خاطر ما میتونیم که تماشاچی هم بگیریم و مردم ما علاقه پیدا کنن باز به دیدن فیلم ما. به نظر من همی باید که همه تو باشه. بله. شما سوال بعدی من همه تو در بین گپایتان جواب دادین. بله. سوال بعدی من این بود که امیر راز خواندن ماندن در فیلم های افغانی چی است؟ بر من همیشه سوال است خیلی. بله. راز خواندن ماندن به خاطر جذب بیننده است. بله. و به حساب داستان اصلی بگویم نه در فیلم هندی تر است نه در فیلم افغانی تر است که یک بچه و دختر که دیگر یک جای میشن میبینن یا آشنا میشن میدونن جای خواندن شروع میشن یه اصلا نیست، اما این صرف برای تفریح است و جذب تماشاچی است.
باید یک چیز را بگویم که ای خواندنه که در فیلم نوتان وانتد مانده ای بسیار مرا جذب کرد، به خاطر که سبزه نیست، دختر پشت بچه نمیده و یک خواندن یعنی یک چیز هست که بیخی به فیلم کنکت میشه. اما راست بله، حتی شعرش اینجا که از شاعرهای بسیار خوب ما هستن، محترم پرفشان صاحب، بله اونا شاعر هستن و من امروز اونا که به تماس شدم، من رفتم صحنه قبلی را از آهنگ و بعدی را برشان تشریح کردم و برشان گفتم که چی گپا هست که باز این تو میخوام یک آهنگ در اینجا بانم، یعنی شعر مخصوص همو فیلم برخان سرودن، شعر بخی بله کامل اورجینال است و صرف مخصوص همو صحنه جور شده. بله دوستای عزیز، بخاطر که من این خواندن که در فیلم فنجان است زیاد خوشم آمده و بسیار جذاب میباشه، میخوایم از شما دعوت کنم که شما هم خواندن را ببینین، حتما خوشتان میاد. چی دیدی از من هیرون؟
وفا مهمان چند روزم جوشم مهمان داده نهانم نیست میسوزم چسان با تو سخن از درد جسم ناتوان بویم جراحت میرسد در دل دوستای عزیز ما پس آمدیم زیاد خواندن خوبش بود آرام. باید براتون بگویم که خواننده خانم آهنگ تامینه جان ارسلان میباشن که ساکن هم استرالیا هستن و همچنان حشمت جان پرفشان خواننده مردش میباشن. ایشان هم ساکن اونم در ملبورن هستن. تامینه جان در سیدنی هستن، حشمت جان در ملبورن هستن. اون دو تا خواننده هم در استرالیا پیدا شد داریم. اگر علاقه من باشین میتونین خواندنای زیادترشان پیدا کنین و گوش کنین، لذت ببرین. سوال بعدیم از فهیم جان این است که داستان فیلم هایتان را به چی اساس انتخاب میکنین و همی کستینگی که میکنین، همی هنرپیش هایی که انتخاب میکنین شرایطش چی است؟ اگر شما با سوال بعدی را پرسان میکنم. داستان فیلم، فیلم اولیم که بود ما واقعا انسپایر شده بودم از فیلم گنا از برادران فریجان که با سلام سنگی اونا کار کرده بودن و داخل افغانستان بود. یکی از فیلم‌های بسیار مشهور افغانستان بود، میگن سوپر هیت، یکی از فیلم‌های سوپر هیت سینمایی بود. حتما باید ببینید یکی از فیلم‌های بسیار خوب است. و بعد از او معمولا گفتم امیا وقتش است و پانزده نرارم خلاص کردید، یک دو فیلم خوردم کار کردید، حالا بیا یک دو بیبی که چی کدام میتونی به حساب فیلم کلان. و مویسا من خواستم که یک داستان نوشته کنم به ارتباط دو برادر که فیلم گمراه نوشته کنم. و داستان فیلم دومی احساس از برادر فریجان بود. بله. و داستان فیلم سیوم فیلی که از Wanted Once Upon a Time یک داستان واقعی زندگی یک افغان نشان میده که در ملبورن زندگی میکرد با مخاطر Wanted Once Upon a Time. بر اساس زندگی اونا واقعی شما نوشته کردن. بله، بس یکی از دوستای ما بودن که اونا امرایشان شیش تومنا تمام واقعات سرگذشت خود برام قصه کردم و من نوشته کردم و بعد نیروی سناریو ساختم. بله. و هنرپیشه ها چرا خمی انتخاب میکنه؟ هنرپیشه ها دیگه فقط از طریق فیسبوک، همین رسانه های اجتماعی که هست از طریق فیسبوک و اینا. و فقط وقتی که تصمیم گرفتم که بخیر سناریو خلاص شد، تصمیم گرفتم که فیلم رو شروع کنم، فقط یک عهد نوشته کردیم، گفتیم ما میخواییم که کسایی که علاقه مند هستن به فیلم این مایک فیلم جور میکنم. باز بودن دوستان هم خدا بسیار زیاد اپلای کردن. خیلی اگر کسی علاقمند باشه به هنرپیشگی میتونه فیسبوک پیج شما بره و اگر یک وقت شما یک سناریو داشتین و تبلیغش مانده بودین در پیجتان میتونن اپلای کنن. پس تنها راهی که میتونن با شما در تماس شه از طریق فیسبوک پیجتان میباشه. طریق فیسبوک هست. بله، من هم فیسبوک پیج خودم هست، فهیم فیض، هم از فیلم هست پیج دارم Wanted Wanted the Afghan movie. و بله از این طریقا فکر میکنم فیلن همی آسانترین طریقا بله. خیلی همیشه یادتان باشه که سوشیال میدیای فهیم جان چک کنین، میشه که یک تبلیغ باشه بر هنرپیشگی بر دوستایی که علاقه مند هستن. بله. سوال بعدی می است که در حال حاضر بغیر از کار سینما یا فیلمسازی به چی کار دیگه مشغول هستین؟ یعنی امرار معاشتان بله. از کجا تعیین میشه؟
از چت بفتازه اتا خنامش را خیلی چرا خوننده نشخی کردم ما یک شیشه لانج داریم در نریواره به نام سهارا لانج شیشه کافه بله بله دیگه اونجا ما بیزی می باشیم اونجا و همی به حساب چی گفتین امرال معاش؟ امرال معاش ما از طریق بله. میشه که عادت شو بر دوستان بتین شاید علاقه مند باشن که بیاین در شابتان. ما در شیشه شابشان رفتیم یک جای بسیار آرام بخش است. زیاد خوب دیزاین شده. آرام است دیگه. برین لذت میبرین. عادت شو بر دوستان بتین شاید علاقه مند باشن. دوستای عزیز شیشه لنج ما به نام سهار لنج شیشه کافه است در نریوارن. آدرسش است 11/3 Web Street نریواره و شماره تلفن اگر کار داشته باش میتونین شماره تلفن ما در پیجم است 0414-858-257. خدا سای عزیز پس آدرس شیشه شابشان است 11/3 Web Street نریواره. حتما یک سر بزنید اونجا. میریم که یکم معلومات بگیریم در مورد فیلم آخریشان، فیلم وانتد که هنوز ریلیز هم نشده. فهم جان میشه بگوییم که این فیلم بر اساس گفتیم که بر اساس یک داستان واقعی بوده و نوشته کردین، میشه که بگوییم ساخت این فیلم چقدر دوام کرد، یعنی کدام لوکیشن ها را استفاده کردین و کی بخیر ما میبینیم این فیلم. درباره لوکیشن ها چون که تمام داستان فیلم قسمی که از نامش واضح است Wanted Once Upon a Time in Melbourne yeah. تمام فیلم در ملبورن می باشه و لوکیشن‌های مختلف گرفتیم، جاهای مقبول گرفتیم که اون شاید قبل بینندگان ما دیدن در آهنگ در همین چهار اطراف ملبورن جای خوب و زیبا را گرفتیم و در ارتباط که چی وقت فیلم خلاص میشه دیگه متاسفانه من هیچ چیز گفته را میتونم چون که دستای ما بسته است و قسمی که پیشتر گفتم به ما وعده شده بود قبلا که برای ما کورتر دادن میشه ما میتونیم فیلم برداری کنیم، اما بعضی حادثات در ملبورن شد که بعد از اونا گفتن که ما نمیتونیم بله و این چقدر مدت میشه. من در آخرهای سال 2014 شروع کردم فیلم 2014 که تقریبا از یک سال اضافه شده فیلم یک سال زیادتر دیگر... و هم به خاطر هم یک سال نصف منتظر هستیم کلی منتظر هستم بله بله و دیگه گرچه دوستا میگن و میگن بیاین یک جای جور میکنیم بیا، اما من هم میخوایم که چیز فیک باشه، میخوایم که نه، چون اگر به خاطر اگر یک سال است، اگر دو سال، یک سال، سه سال دیگه هم وقت بگیره تا که چون که من هم یک کمک باره چی میگن به سبب آن شق هستم ما تو گفتیم تا که ما کورت رو من نگیریم و یه فیلم شد هرچی شقتر باشین زودتر به جواب برسه هرچی درشون بچسبیم مردم میتن از من یک روزه به خاطر گفتم که اگر شد چه باید در کورت اصلی شد در غیر زو ما میباشیم ویت میکنم دوگه تا وقتی که بخیر شبه. من هم میخوایم کجله کنم و سبا روز چیزی به بیننده خود بتم که مردم خنده کنن یا به حساب بگوین که بیادر نمیتونستی چرا کدی نامیچن. آره من تقریبا 6 سال بعد یه فیلم دیگه ایم است که در روی پرده میه و میخوایم که یک چیز خوب باشه، متفاوت از هر نگاه، از نگاه آهنگایش هست، از نگاه کوالیتی کامرا است، ساوند است، اکشن است، از هر چیز فضا خدا متفاوت است و میخوایم که مردم بگوین که خوش هستیم که تو اگر تال خورد یک سال دو سال اما چیز خوب ما داده، اما من نمیخوام مردم بگوید بیادر ما خود را پشت نکردیم که تو بله. زود فیلم خلاص که برای ما بده یک چیز که خوششان نبیه بله. برشان بده خیلی امی تاریخ ریلیز فیلمتان رچ از چی طریق میتونن دوستای ما در موردش معلومات پیدا کنن؟ از یگانه را طریق فیسبوک است و همین رسانه های اجتماعی از طریق فیسبوک و فیسبوک خود ما فیم فیس و پیج فیلم ما برام Wanted Once Upon a Time in Melbourne که در شما میبینید در زیر سکرین هم برتان میه میتونین از این نگاه مراحت کنین در فیسبوک و پیج ما را لایک کنین و شماره تلفن تلفنی میتونین با تماس شوین. شماره تلفنم بازم تکرار میکنم 0414-858-257. خب دوستای عزیز همونطور که خود فهیم جان اشاره کردن تمام دیتیلزشان فیسبوکشان، فیسبوک اصلی که یگان تا فیسبوک فیک جور میکنن، فیسبوک اصلیشان و پیج فیلمشان و شماره تلفنشان در پایین صفحه برنامه برتان درج شده، حتما میتونین
از این طریق همراهشان با تماس شوین. به لحظات پایانی برنامه ما رسیدیم. قبل از اینکه من یک سوال بسیار اساسی ازتان بکنم که بینندهام خوششان میآید، میریم یکان صحنه از فیلم وانتد میبینیم که دوستا ببینن که چه رقم فیلم هست. باز پس میه ما بیگناه سم یک راجوری زم قابل من چرا گم نمیشی؟ چرا سلمه بالاگیری میکنی؟ خب دوستای عزیز، لحظات هیجانی برنامه رسید. ام سوال بسیار مشهور برنامه گفتگو که من از میمانا پرسان میکنم، چند تا کلمه برای فهیم جان میگم، اولین چیزی که به ذهنشان میاد میخوایم برای بیننده های ما بگوین. شما برمخ میگفتیم که چیه من خلا آمده میگم نه دیگه ای چی میگن، ای یک سورپرایز از برای میمانای برنامه گفتگو که ببینیم اولین چیزی که ذهنشان میاد چی هست، به خاطر که مزهش هم دمی هست که شما نفهمید. آماده هستین؟ بله آماده هستین. خب اولین کلمه احساس. احساس فیلم دوم من؟ فیلم دوم تان. افغانستان؟ آرزوی من است که دوباره برگردم. آرزو؟ آرزو بدون آرزو نمیشه هیچ کدوم کار کرد. سینما؟ سینما عشق من. عشقتان. گمراه؟ با دریم پروژیکت. دریم پروژیکت. عشق؟ عشق 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 با مادر، عشق با فرزند، عشق با دختر، عشق با خانم. بدون عشق نمیشه زندگی کرد. بسیار یک جواب طولانی و درست. صداقت؟ چیزی که اصلا فعلا وجود نداره در دنیا. بسیار کم شاید باشه. کم شده. این نظر فهیم جان همیست که صداقت در دنیا وجود نداره. تشکر فهیم جان. قند یک چیز دیگه که در آخر برنامه همیشه انجام بدیم جزء رسم و رسومات هست، این است که عفا گپ آخر خودتان میزنین، یعنی هر چی میخواهد دلتان گپ بگو برای بیننده های عزیز ما. ما بازم بیننده عزیز تشکر از اینکه وقتتان را گرفتیم که این برنامه رو مشاهده کردین و من تشکر میکنم بازم از دریملند تیوی، از میلاد جان و از نوشین جان و از ملال جان که اینا زحمت کشتن و من رو دعوت کردن و واقعا به من افتخار بخشیدن و انشالله با امید از این که فیلم زودتر خلاص شوه و شما فیلم اگر خواهش از ایجا داشتین که ببینین لطفا فیلم بخرین و ببینین و کپی نکنه کسی. آفرین، that's the point. ما خوش میشیم و ما جرات از ایجا پیدا میکنیم که باز هم بتانیم که دیگه فیلم ها جور کنیم و با امید از این که همه شما خوش آرام باشین و صحت و سلامتی به همه شما میخوایم. خوش آرام باشین. تشکر فهیم جان قند. از شما بیننده های عزیز ما که تا این لحظه با ما همراه بودین تشکر میکنم. برنامه را با فیلم با دیدن فیلم گمراه از فهیم جان به پایان میرسانم. خدا نگهدارتان.